سلام عزیزان خدا را شکر می کنم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم کلیسای خداوند در هر جای این دنیا که هستید مخصوصا کلیسای لاگونا هیلز و امروز یک شنبه 17 اکتبر پیغامی برای شما از کلام خدا دارم و امیدوارم که به زودی این فرصت داده بشه که از نزدیک با هم باشیم فاصله ها برداشته بشه و ما با هم در کنار هم و روبروی هم خداوند رو خدمت کنیم امروز میخوام راجبه به یک مطلبی صحبت کنم شکرگذاری و پرستش که میتونه در ما یک تغییر ایجاد کنه هفته گذشته در واقع دو هفته گذشته دعا که تغییر در زندگی ایجاد میکرد من موعظه کردم و امروز میخوام راجع به و پرستش تاثیرگذار که میتونه تمام وجود ما رو دگرگون بکنه زندگی ما رو از این رو یا به قول ایرانی ها از این رو به اون رو بکنه برابر این میخوام با این آیات شروع کنم از کتاب زیبای حبقوق نبی باب سوم از آیات 17 تا 19 هر چند درخت انجیر شکوفه نیاورد انگور در تاک نروید محصول زیتون از بین برود و کشسارها قله بار نیاورند گله ها در چراگاه تلف شوند و طویله ها از رمه خالی بمانند باز هم خوشحال و شادمان خواهم بود زیرا خداوند نجات دهنده من است خداوند متعال به من نیرو می بخشد و به پاهایم قوت می دهد تا مانند آهو بدوم و از کوههای بلند بالا بروم این مدتی که من در سفر بودم در ترکیه و بعد برگشتم ارمنستان خیلی چیزهای خوب برای من روشن شد و از زندگی افراد درسایی یاد گرفتم دوباره بعد از این همه سال در خداوند بودم که چقدر میتونه شادی و شکرگزاری و پرستش تاثیرات مثبتی روی زندگی ما بذاره و چقدر میتونه غرغر و گله و گلایه و ناله ها زندگی ما رو سختتر بکنه تلختر بکنه از اون این نویسنده حبقوق خیلی زیبا اشاره میکنه در زندگی ما حالا این صحبتی که میکنه بیشتر در مزاره و روستاها آدم یادش میاد اون صحنه ها رو ولی در زندگی روزمره امروزی ما در شهرنشینی ها و تمدنی که ما داریم هرچند میگه درخت انجیر شکوفه نبرد میتونیم بگیم هر چند جیب من خالی باشه یخچال من خالی باشه خونه من خونه درست حسابی نباشه خیلی چیزا سر جاش نباشه و نتیجه کار و زندگی ما منفی باشه ورشکستگی باشه مخصوصا برای کسانی که الان در جاهایی مثل ترکیه و یونان و بعضی از کشورها به عنوان پناهنده پناهجو گرفتار هستند هفت سال هشت سال بعضیا خیلی طولانی مدت دیگه نفسشون بریده شده ذوق و شوق از بین رفته هر این اتفاقات بیفته هر چند نمیدونم سازمان های مهاجرتی و بین المللی کاری نکنند دری باز نکنند و اینها میتونه باعث غرغر و ناله بشه میتونه باعث شکایت بشه بعضیها میتونن حتی متاسفانه ایمانشون تضعیف میشه و گاهی وقتا از زندگی سیر میشن چند یک سال دو سال پیش بود جوانی خودشو در ترکیه اعدام کرد و خیلی اتفاقاتی که ما اصلا نمیشنویم و امروز میتونیم واقعا به یک جای برسیم بگیم یا طریق منفی رو انتخاب کنیم و بگیم غم و غصه و ناله و یا انتخاب کنیم که شکرگزار باشیم پرستنده باشیم و در مدح و حمد خداوند سرود بسازیم و بخوانیم من تشویقتون میکنم این آیات زیبا رو مرتب بخوانید و در زندگی خودمون این رو به اجرا در بیاریم هر چند این چیزهایی که من و شما فهم کنیم نباشد ولی من در خداوند شادمان خواهم بود باز هم خوشحال خواهم بود چرا برای اینکه علکیه یا مثلا من چیزی خوردم حالم خوب نیست چیزی مصرف کردم نه چون خداوند نجات دهنده من است میگه شادمان خواهم بود چون خداوند نجات دهنده من است و خداوند پرجلال به من نیرو میبخشد نه انسان ها نه سازمان ها نه دولت ها نه مملکت ها نه کسی نه چیزی بلکه خود خداوند شادی و قوت من است و من او را پرستش خواهم کرد او را خواهم ستود و او هم راههایی برای من خواهد گشود اگرچه گرفتارم ولی میدانم که این گرفتاری و بند هم یه نتیجه خواهد داشت هیچ چیز نزد خداوند ما بیجا انجام نمیشه اجازه دست اوست پس بیایید مثل حبقو بگیم اگر چه این اتفاقات تلخ بیفته اگر چه این موانع باشه اگر چه زندگی من الان کار من گرفتاری من گره های من باز نمیشه ولی من باز هم در خداوند خوشحال و شادمان خواهم بود چون او نجات دهنده من است او ولی زنده من است و اوست که خدای متعالی است که به من نیرو و قوت میبخشه و پاهای من چنان قوتی خواهد گرفت که مثل آهو خواهم دوید از کوههای بلند بالا خواهم رفت نکته دوم پرستش و شوکوزاری که حتی در تهدیدها و شرایط سخت در زمانهای جفا حتی تا پای مرگ هم میتونه کارساز و مبارک باشه در زندگی دانیال و دوستانش اتفاقات خوبی افتاد اتفاقات سختی هم افتاد ولی اونها پیروز شدن مخصوصا اگه یادتون باشه در باب سوم آیات 16 تا 18 رو خودتون مطالعه کنید سه دوست دانیال که اسماشون عوض شده به نام شدرک میشک ابدنقو اینها مجبور شده بودند مثل دیگران بوتی را که نبوکد نصر پادشاه ساخته بود اون را عبادت کنند و باید زانو می زدن پرستش می کردن و این سه نفر استادن و گفتند، ای پادشاه بر تو معلوم باد که ما بوت تو را پرستش نخواهیم کرد زیرا خداوند ما قادر است که ما را برهاند حتی اگر هم نرهاند باز هم بر تو معلوم باد که ما جلوی بت تو زانو نخواهیم زد و خب میدونید اونها رو در تون آتش مشتعل انداختند و وقتی نگاه کردن دیدن به جای سه نفر چهار نفرند شخص دیگری مثل پسر خدا ظاهر شد مصاحبت کردند و اومدن بیرون هیچ بوی از آتش هم بر اونها نبود نتیجه پرستش خداوند نتیجه شوق گذاری تا پای مرگ آنجا ظاهر میشه که خداوند فرزند خودش رو فرشته خودش رو محافظین خودش رو میفرستد تا منو تو رو برهاند وقتی ما حاضر نشیم جلوی های این دنیا زانو بزنیم بوتهایی که دنیا ساخته ترس تهدید نمیدونم نگرانی ها گناهان هوا و حوث هایی که ایجاد میکنه میخواد ما رو به اون سمت بکشه وقتی ما اونا رو پرستش نکنیم مثل زندگی یوسف جلوی هیچ چیز آنو نزد به حقیقت ایستاد به زندان رفت تهمت و توهینا رو پذیرفت و بالاخره خداوند رو بلندش کرد عزیزان در زندگی این سه برادر این سه دوست وقتی اونها خواستند فقط خداوند رو بپرستند انقدر شناخت داشتند گفتند ما جلوی بوت تو زانو نداریم چون خداوند ما میتواند ما را برهاند امروز خداوند میتواند تو را برهاند خداوند قادر است من و تو را از تون آتش از گل و لجن از تلخی و سختی و رنج و جفا برهاند حتی تا پای مرگ برویم ولی از اونجا برهاند زیرا او خدای قادر مطلق است نبوکت نصرها و بود ها و بود شکست خواهند خورد آتش هایی که برای من و تو می خاموش خواهد شد وقتی ما با آتش روح القدس قدم بزنیم و در شعله های حضور خدا گام برداریم پس اگرچه اگرچه ای پادشاه ای دنیا ای شیطان ای بدی ها ای کمبودها ای نداری ها و, و هر چیز دیگر جلوی من بیستید که من بخوام زانو بزنم و التماستون بکنم که منو از این مخمسه برانید من شما رو پرستش خواهم کرد به قول ما ایرانی ببخشید کور خواندی. پسر خدا وقتی داشت آزمایش میشد شیطان به او بارها گفت این کارو بکن اون کارو بکن پنو پرستش کن از بلندی خود رو بنداز پسر خدا گفت مکتوب است مکتوب است خداوند خدای خود را فقط پرستش کن من و شما خوانده شدیم فقط خداوند خود را بپرستیم پس جلوی هیچ بت و شخصی و شخصیتی و هیچ چیزی زانو نزنیم تا خدای جلال ما را از آتش ها عبور بدهد نکته سوم پرستش و شکوزاری در جنگ های زندگیمون وقتی خود را ناتوان و مستعصل میبینیم داستان پادشاه یوشافات رو بارها شنیدید موعظه کردیم در دوم تاریخ باب 20 بعدا بخوانید 18 تا 23 و آیه 26 اونجا وقتی پادشاه میشنوه که سل اشکر با هم متحد شدن به ضد او و به ضد قوم خدا آمدند نالان و ترسان به حضور خدا میروند و یک جمله زیبا میگه پادشاه به خداوند میگه ای پادشاه آسمانی در برابر این لشکر بزرگ که میاد نه قدرتی داریم و نه توان آن را داریم که کاری بکنیم ولی یک چیز برای من مهمه چشمان من به سوی توست عزیزان چشمانتون رو بلند کنید و به سوی او بنگرید او پادشاه است نه پادشاهان نه قدرت ها پادشاه ما خداوند است و اونجا وقتی این صحبت ها رو میکنه نبی از طرف خداوند پیغام میده جنگ از آن شما نیست شما فردا فقط خواهید ایستاد در جای خود مستقر خواهید شد هر کس جای خودش بیسته هر جای خود هستی محکم بیست در ایمانت محکم بیست در زندگی روحانیت محکم بیست میدانم تلخ سخت خیلی فشارها هست چون من اینها را تک به تک تجربه کردم و روزگاری بود که من از درد و رنجی که بر من حادث شده بود سر به دیوار میکوبیدم گریه میکردم فخان میکردم که چرا چگونه شد من اینقدر بعد از ایمانم زیر ضربه قرار گرفتم زیر فشار رفتم بعضی از شما زیر فشارها در کلیسه ها قرار میگیرید حتی من به شما یک چیز میگم در جای خودت بمان مستقر مستحکم و بدان جنگ از آن ما نیست ما نباید بجنگیم نباید با بدی هامون به با بدی به مبارزه بدی بریم به نیکویی خود بدی ها رو مغلوب ساز از انتقام دست برداریم به خدا بسپاریم خدا قادر است و اینجا به یهوشافا پیغام میرسه و او هم به قوم خدا میگه فردا هر کی جای خودش مستقر باشه به انبیای او به خداوند گوش کنید و بعد پرستندگان رو میفرستن جلو ساز, ساز نوازان و تمام موزیسین ها رو میفرستن جلو پرستندگان بخوانید سرود بخوانید این از روزی که خداوند ساخت این است آن روزی که خداوند ساخت قادر متعال کارهایش عظیم هر سرودی بلدید بخوانید هماهنگ هم صدا هم نوا و وقتی خواندن لشکریان به جان هم افتادن بکش بکشی را انداختن که اینها اصلا تعجب کردند خداوند امروز چشمان ما رو خواهد گشود تا بدانیم جنگ از آن من و شما نیست ما آماده ایم برای پرستش خدای حقیقی خداوند به ما دستور میدهد بپرستیم او را پرستش یعنی افتادن به حضور خدا تسلیم شدن به رأی و اراده او و بدانیم که او خدا... خداوند بزرگ خداوند قادر او با ما رئیس است او برای ما میجنگد او زندگی من و شما رو میداند پس و پیش آخر ابتدا گذشته حال آینده در دستهای اوست با پرستش خودت میتونی درهای بزرگی باز کنی از مسیرهای سخت عبور کنی از میان لشکرها عبور کنی لشکر غم، لشکر بدهکاری، لشکر نمیدونم ترس لشکر بیمهری ها همه اینا رو با یک پرستش صحیح یعنی افتادن به زانو در حضور خداوند و اعلان کردنه که تو خداوندی مثل توما که شک میکرد وقتی خداوند را دید و به او اجازه داده شد لمسش کنه گفت توی خدای من خداوند من و این پرستش میتونه ما رو از خیلی مکاشفات آسمانی بهرور بسازد عزیزم نکته چهارم که من عاشق این قسمت هستم در زندگی پرستش و شکگذاری هست که میتونه جانانه بدون امانه و ترس و خجالت از اوریانی های ما از حراس و بدبختی ها نجاتمون بده پرستش و شکرگذاری که ما رو کمک میکنه وقتی بدون مانع، بدون ترس و خجالت از هر اسارت و گرفتگی آزاد کنه این قسمت رو در دوم سمویل باب 6 14 تا 23 بخوانید وقتی حضور خدا بر داوود آمد و تابوت عهد را اون صندوقچه پیمان خداوند رو وارد شهر خدا میکردند میگه داوود اونجا کار عجیبی کرد با آنکه لباس کاهنانه پوشته بود ولی خود را به حضور خداوند رها کرد اوریان کرد و شروع کرد به رقصیدن لذت بردن در حضور خدا غرق بود و چه اتفاقی افتاد میگه همسر او میکال دختر شاول از پنجره نگاهش میکرد و شروع کرد رو تمسخر کردن و وقتی داوود کار خود را تمام کرد پرستشش رو گذاری وارد خانه شد تا خانوادهش رو برکت بده میکال گفت عجب پادشاه چه کار زیبایی امروز کرد مسخرش میکرد جلوی خادمین خودش خودش اوریان کرد و بازی کرد و رخصید و داوود چه گفت؟ گفت من در حضور چنین خدایی که من رو بر پدرت و لشکریان و تمام این قوت ها برتری داد و من از کجا به کجا رسوند اینکه کمه بیش از این هم خواهم کرد اگرچه تو فکر کنی در نظر غلامان و خادمین خود محقر خواهم شد تحقیر خواهم شد ولی این اشتباه توست تو این را خواهی دید و اتفاقی افتاد میکال رحمش بسته شد و بچه دار نشد تمسخر پرستش حقیقی برای ما بار گرانی خواهد داشت اما برای داوود این مهم نبود او آزادانه در حضور خدای خودش میرخسید ما باید وقتی برای پرستش میایم اوریان بشیم از گناهان اوریان بشیم از خطایا از فکرها یعنی خودمون رو خالی کنیم وقتی خالی میشیم وقتی تماما آزاد میشیم بدون ریا هیچ فاصله بین ما و پدر آسمانی نیست اون پرستش بی و بی است که تقدیم بره خدا میشه پس به نام ایسای مسیح خواهش میکنم از تحقیر و توهین و نگاه دیگران نرنجید و نه حراسید شما وقتی میاید حضور خدا خانه خدا در پرستش های شخصی و جمعی دستا رو برافرازید با شکرگزاری همین الان بخوانید و بگویید که خداوند من عجیب است خداوند من عظیم است خداوند مرد جنگی است خداوند لشکریان شیطان و دشمن را شکست داده است خداوند بر بیماری و رنج و درد من واقف است ولی من دستامو بر افرازم چون میخوام با شفا سلامتی و آرامش به خانه برگردم و این سلامتی رو با خودم به جای دیگر ببرم بپرستیم او را اوریان بدون ریا بدون مانع از گناهانمون توبه کنیم اگر چیزی هست نمیذاره ما آزادن او را بپرستیم در نام عیسی مسیح و بذارید حضور خدا به شما چنان وارد شود که مثل داوود در حضور به رقص در بیایم با تمام وجود هیچ مانعی جلوی پرستش من و شما نسبت به خداوند ما نباشد نکته پنجم پرستش و شکرگزاری وقتی که دیوارها و حصارهای زندگی ساخته میشند و کلام خدا در زندگی ما نواخته میشه در زمان نهمی ها بخوانید باب 8 نحمیا 8 5 تا 12 مخصوصا آیات 6 و ده در اونجا اتفاق میفته میگه قوم خدا خانه ها و دیوارهایی را که فرو ریخته بود حصارها را ساختن وقتی حصارها ساختن نواخته شد سرودها پرستش کردند به جان و دل خودشون با شکوه میپرستیدند اما در زمان پرستش ناگهان قوم خدا مسائل یادش از شور کردن گریه کردن و اما مرد خدا پیغام داد چرا گریه میکنید امروز روز گریه نیست امروز روز غم نیست امروز روز شادی است شادی خداوند قوت من و توست این پیام خداست امروز به تو برادرم در کلیسا هر جا هستی در داخل کلیسا بیرون کلیسا هر جا این پیغام رو خواهی شنید وقتی نزد خداوند دیوارهای زندگی فروریخته ما بنا میشه وقتی حسارهایی را که به هر دلیل ریخته شده من و شما دور شده بودیم و تحت جفا بودیم وقتی که هیچ مانعی و دیواری نبود که دشمن میتونست راحت به خانه من و شما وارد بشه الان ساختیم به نام عیسی مسیح آجر به آجر با دعا و روزه و پرستش و تسلیم و اطاعت دیوارها رو ساختیم حالا جای شادیش چون ما حصارها داریم الان محاصره شدیم الان یک امنیت داریم تو این امنیت به جای گریه خادم خدا میگه شادی کنید بسرایید چون روز خداوند روز شادی و اون شادی خدا به من تو قوت میدهد و قوت خداوند به ما جرأت میده که همه جا اعلان کنیم عیسی خداوند است پس نگران نباشید واقعا خداوند ما را خوانده به جای ماتم و تلخی رقص و شادی کنیم چون در اونجاست که تمام وجود ما خالی میشه از غمها قصا دردها رنجها نگرانی ها موانع برداشته خواهند شد من به تو قول میدم چون این را من تجربه کردم بپرست خدایی را که قادر از گلهای زیبا بیافریند باغ و باخچه ها میوه ها سمرات عطایا چقدر بیشتر من و تو را که هم شکل او ساخته شدیم در نام عیسی مسیح این را هم بپذیر ششم پرستش و شکرگزاری وقتی حتی شرایط زندگی بخ... برخلاف میل منوتوست و زنجیرها و تنهایی و دشمنی ها هست یادتون میاد گاهی فکر کنیم دیگه راهی برای رهایی نیست پولوس و سیلاس موعظه میکردن در اعمال باب 16 کارهای خارق العاده ولی دشمنی ها انجام شد و او اونها رو به زندان انداختن در اون زندان بارها شنیدیم باید میشستن و میگفتن خدای ما داشتیم تو رو خدمت میکردیم مگه ما کار بدی کردیم مگه جرمی ورزیدیم مگه دزدی کردیم چرا باید من الان زندان باشم چرا من باید تو نگرانی ها باشم چرا من باید در تبعید و نمیدونم پناهندگی اینقدر گیر کنم چرا دنیاوی ها راهشون همیشه بازه پولش ها دارن ما حتی پول تاکسی هم نداریم بریم کلیسا پول جیبی نداریم پول خوراکمون هم نداریم پولوس و سیلاس باید میشستم گفتن بابا خدا من دو من که جفا میکردم آزاد بودم حالا اومدم صفا میکنم موعظه میکنم انجیل رو بشارت میدم چرا باید زندان باشم نه پولوس به سیلاس گفت برادر تو قول و زنجیر هستیم کنده ها هست رنج است ولی بیایید دور را شروع کردن سرود خواندن پرستش کردن گفتن این خداوند است که ما را به اینجا آورده خدا قادر است بکند بینهایت زیادتر فراتر فزونتر مبارکتر از آنچه حتی فکرش رو بکنیم و در چند سرودی که خواندند با تمام دل و جان چه سرودای زیبایی خواندند آزادم کرد آزادم کرد عیسی آمد و مرا آزاد کرد و و و ناگهان زلزله ای شد زندان به لرزه درآمد دیوارها پنجره ها درها یکی پس از دیگری باز می شدند زنجیرها فرو ریخت و پولوس و سیلاس آزاد شدند دیگر زندانیان تماشا میکردند در حیرت بودند این چه اتفاقی می افتد اینا کی اینا بمبند دینامیتند چه کارند اینا با کی زندگی می کنند و در فرصتی کوتاه زندانبان اومد از ترس خواست خودکشی کنه پولس گفت برادر دست نگهدار ما اینجاییم کسی فرار نکرده ما زندانی نبودیم که فرار کنیم تو زندانی بودی معلومه الان زندانی کیه و اون شب اون شخص نجات یافت خانوادهش نجات یافتن تعمید گرفتن و این وعده برای همه ماست وقتی ما پرستش میکنیم خداوند را حتی در بدترین شرایط زندگی که بنبست هاست و فکر کنیم اینجا آخر خطه اتفاقا اونجا شروع خط کار خداست وقتی ما به انتها میرسیم خدا تازه میاد و جلال و قوت خود را آشکار میکنه در نام عیسی مسیح بخوان پرستش کن عبادتش کن و بدان که این روز روز رهایی و رستگاری توست از اون زندانی که ساختی از اون زندانی که برات ساختن از اون بندی که تو گرفتار شدی از اون رنجی که در اون افتادی از اون راهی که به بنبس رسیده با پرستش و شکرگزاری به نام عیسی مسیح تمام درها زنجیرها پنجره ها موانع باز و باز باز بازتر خواهند شد و تو و من رهایی خواهیم یافت این فیض بی‌نظیر خداوند ماست که به من و شما داده شده است و نکته آخر هفتم پرستش و شکرگزاری که درهای برکت را به روی خانه و خانواده های ما باز می کند. در یوشع باب 24 بذارید این را دیگه بخانم. آیه 14 و 15 یوشع باب 24 وقتی که قوم در تفکر بودن انتخاب درست زندگی و یوشع جلو اونها ایستاد برای تجدید پیمانی که داشتن عهدی باید میبستن از آیه 14 یوشع میگه یوشع باب 24 14 پس از خداوند بترسید و با اخلاص و وفاداری او را خدمت و پرستش کنید خدایانی را که نیاکانتان در آن طرف رود فرات و در مز می پرستند فراموش کنید تنها خداوند را بپرستید اگر خواید خداوند را پرستش کنید هم اکنون تصمیم بگیرید که چه کسی را پرستش خواهید کرد خیلی سوال زیبایی است آیا خدایانی که نیاکانتان در آن طرف رود فرات می یا خدایان اموریان را که اکنون در سرزمینشان زندگی می‌کنید اما من و خانوادم خداوند را پرستش خواهیم کرد. چه صحبت زیبایی. یوشه با اقتدار با قوم خدا صحبت کنه. یک تصمیم جدی بگیرید. یک تصمیم برای خود و خانواده، سرنوشت خانواده من و شما دست منوتوست برادر خواهر عزیز. پدر مادر شبانان، خادمین، دوستان، همکاران امروز برای خودمون تصمیم بگیریم چه کسی رو پرستش میکنیم پول را، دنیا را، عشقها و هوا و حوثها را دارایی ها و زیبایی ها و اتومبیل و خانه رو جلوی اونها زانو میزنیم و برای اونها داریم خودمون رو میکشیم یا جلوی خداوند باید پرستش کنیم و زانو بزنیم یوشا میگه خودتون انتخاب کنید همون خدایان قبلی رو که داشتید دین و مذهب و مرامی که داشتید سنت هایی که داشتید رو پرستش میکنید جلو اونها زانو میزند هنوز یا خدایانی که الان دور برتون ساختن براتون از امکانات و وسایل و رفایاتی که بد نیست ولی اینکه افتادید به گرفتاری و اسارت اونها رو پرستش میکنید نازشون میکنید نوازش میبوسیدشون بود که مجسمه نیست بود که یک نمیدونم سازه نیست خیلی چیزا تو ذهن و وجود ما بود شده ولی یوشع میگه من و خانواده هم تصمیم گرفتیم یهوه رو عبادت کنیم خدمت کنیم و پرستش کنیم چون با این چیزی که من انجام میدم پرستشی که انجام میدم یک زمانت کامل برای خود بچه هم همسرم دارم ایجاد میکنم چون وقتی خداوند رو میپرستم یعنی او حاکم و پادشاه و سلطان زندگی من است و من در اون شرایط زندگیم تامینه هرچند شاید فقر باشه نداری کم بود ولی آرامش، آسایش، صلح، سلامتی در درون و آینده‌ای مطمئن که من از آن خداوندم و او از آن من است. من در ملکوت او خواهم بود. او گفته است امروز با من در فردوس خواهی بود. پرستش کنیم خدایی را که میتواند ما را از بندها و ها آزاد کند. تصمیم با ماست. و سرودهای پرستشی دیگری زیاد داریم در کتاب است که دو نمونه‌اش شما اگه ببینید سرود دبوره و باراغ هست و سرود حنا مادر سموئیل. این دو سرودها اینقدر قشنگه وقتی که اونها از جنگ ها با پیروزی عبور میکنن سرود موسی و مریم از وقتی از جنگ و از دریای سرخ عبور میکنن پیروزی و شکرگزاری و پرستش میتواند دریاها را بکشاید میتواند رحم ها را بسته را بکشاید میتواند سرطان ها را شفا بدهد ویروس ها را شفا بدهد من نمیخوام بگم دارو اینا رو فراموش ولی در پرستش خدا یعنی خواندن خود خدا حضور پرجلالش خداوند عیسی مسیح حضور روح که تمام زندگی ما را شفا داده سلامتی این بخشد معطر و خوشبو میسازد و در داوران پنج یک سه و دوازده داستان زندگی دبوره و باراغه که چطور پیروش شدن و سرود میخوانند و میگویند ما خداوند رو پرستش خواهیم کرد اینجا خیلی نزدیک که بذارید بخونم داوران باب پنج در آن روز دبوره و باراغ این سرود را خواندند زمانی که رهبران اسرائیل پیش خدم گدن مردم با اشتیاق داوطلب شدند خدا را شکر گویید ای پادشان ای برادران ای خواهران ای شبانان کشیشان همکاران عزیزان بشنوید ای فرمان گوش کنید من برای خداوند می سرایم برای خداوند خدای خودم سرود میخوانم خداوند را خواهم پرستید خواهم ستود و بعد در آیه دوازده میگوید، بیدار شو ای دبوره بیدار شو بیدار شو بیدار شو سرود بخوان بیدار شو ای باراخ بیدار شو بیدار شو برادر بیدار شو خواهرم اعضای کلیسا بیدار شوید برای پرستش برای خواندن سرود برای گفتن جلال خداوند بیدار شویم از خوابهای غفلت خواب خستگی نگرانی ترس بیحالی بیدار شویم دستام رو برافرازیم و بگوییم خداوند ما مجید است خداوند ما قادر است خداوند ما با شکوه است خداوند ما ستر و سپر ماست ما در زیر سایه قادر مطلق ساکن هستیم شیطان از من دور شد چون من خداوند رو پرستش میکنم تو را عبادت نخواهم کرد دنیای تو را عبادت نخواهم کرد پول و اموالی که تو میخوای بدی نمیخوام من خداوند رو عبادت میکنم من و خانوادم من و کلیسا من و قومم انتخاب کردیم یهوه خدای قادر مطلق پسر خدا عیسی مسیح و روح القدس رو پرستش کنیم و در آخرین آیاتی که زیبا میگه در اشعیا باب 61 حتما این باب زیبا رو میدانید راجبه مسح و برکت آسمانی خدا اشعیا اشاره میکنه زندگی عیسی مسیح که بعد خواندیم خدای قادر مطلق من از روح پر ساخته است او مرا فرستاد تا به مسکینان بشارت شکست دلان را شفا دهم رهایی اسیران از آزادی زندانیان را اعلام کنم او مرا فرستاد تا اعلام کنم زمان نجات قوم به وسیله خداوند فرا رسیده است تا به سوگواران تسلیدم و به جای غم شادی و خوشی و به جای غصه سرود تمجید بدم در ترجمه های دیگه میگه تا ردای ماتم رو از اونا بگیرم و ردای تسبیح بدم روح خداوند یهوه بر من است روح خداوند یهوه بر توست همین الان بخوان روح دوست ما رو پر ساز چون وقتی او بیاد ما را از اسارت ها شکست ها درد ها و رنج ها نجات رهایی و تسلی خواهد داد و بعد ردای گدایی و غم و ماتم رو از ما خواهد انداخت بیرون و به ما ردای پرستش تسبیح خواهد داد مثل اون نابینایی که جلوی راه بود مسیح از اونجا عبور میکرد جالبه وقتی شنید پسر خدا عبور میکنه از اون درخواست نجات و شفا از اون درخواست شفا نکرد که چشمامو شفا بده میگه اول ردای خودشو انداخت ردای گدایی رو و بعد دنبال او دوید داو گفت ای پسر داوود ای پسر پادشاه بر من رحم فرما نگاه هم کن و عیسی مسیح به او گفت چه میخوای میخوای شفا پیدا کنی گفت صد درصد اول باید اون رداها رو انداخت بیرون ردای ماتم، غصه، نگرانی، شک، تردید نمیدونم میدونستم اینجور میشه زندگی من همینه غرغر و ناله رو به نام مسیر ردای کنه رو پاره کن بریز بیرون هر کی به منو تو پوشانیده هر کی به ما به زور انداخته روی دوشهای ما زندگی ما رو مجبور کرده اینو بپوش اینا بخور از این راه برو از این مسئله استفاده کن اون شخص اون روز خوش آزاد کرد روح خداوند امروز بر من و شماست آزاد کنیم خودمون رو. اجازه بدیم پسر خدا چشمان ما رو باز کنه ردای تسبیح ردای شکرگزاری ردای پرستش بگذارد مثل اون زنی که که جلوی چه پای مسیح استاد افتاد و بوسید و با عطر خودش معطر کرد شست ولی وقتی نجات رو یافت حتما به پرستش او مشغول بود بیایید جلوی پاهای عیسی مسیح خم بشیم فروتن بشیم و بگوییم عیسی خداوند است عیسی پادشاه است عیسی فرزند خداست عیسی تنها منجی عالم است و من میخواهم با خود شخص خودم و خانوادم و کلیسا همه با هم فقط و فقط او را پرستش کنیم من شما را دعوت کنم در این لحظات پایانی عمیقا فکر کنید که چه چیزهایی میتونست مانع باشه که من و تو نتونیم این مدت او را به راحتی و به زیبایی پرستش کنیم سرود حمد بخوانیم مثل داوود بگیم ای بود او و بربت بیدار شو ای نواز دستگاه نوازشگر من هر هستی که دستگاه موسیقی هستی ای خود من خودت به خودت اسم ببر ای سوریک ای عزیز ای خواهر ای برادر بیدار شو من نیز در سهرگاه بیدار خواهم شد و خداوند را پرستش خواهم کرد زیرا یک چیز میدانم مثل حبقوق پایان میدم هرچند انجیر شکوفه برد میوه در موها یافت نشود درخت زیتون بار نده گله ها نباشند پول نباشه بانک خالی باشه خونم گرو باشه سختی های فراوان بر من حجوم آورده باشند لیکن من در خداوند خوشحال و شادمان خم شد زیرا خداوند نجات دهنده من است و خدای قادر مطلق به من نیرو میبخشد پاهای من رو مثل آهو قوت میده که بدوم و از کوها بالا برم ای کوها من از شما بالا خم رفت و به قله های برکت و پیروزی خواهم رسید چون تصمیم گرفتم یهوه و خدایم را پسر خدا و پدر را رو و روح القدس را پرستش کنم این از سهم من و شما در مسیح عیسی پدر قومت را برکت بده پدر قومت را آرامش بده قومت را آزاد کن از اسارت ها گرفتاری ها بند ها ها ترس ها تردید ها و پناهندگی های بیجا یا به بی نمیدانم نمی دانم فقط یک چیز میدانم قادر مطلق تو هستی ما فقط اعلام می کنیم خداوند من قادر است می تواند بکند بی نهایت زیادتر از آنچه من حتی فکرش بکنم چون تو خدای قادر مطلق هستی تو خدای عظیم عجیب دیر کثیرالاحسان کسی رو پدر جمعی راستی پدر تسلیات تو عجیب هستی عظیم هستی من تو رو دوست دارم قوم تو تو رو دوست دارند. همه با هم تو رو میخوانیم و مثل یوشع اعلام میکنیم من شخصا و با خانواده هم تصمیم گرفتیم از این پس خداوند را عبادت خدمت و پرستش کنیم تا جلال تو در زندگی ما آشکار شود از حال تا عبد, و عبد و در نام بی نظیر و پر جلال پسر خدا عیسی مسیح خداوند آمین کلیسای خداوند در لاگوناهیل شما رو دوست دارم و امیدوارم در هفته های آینده هم افراد خوبی بیان و برای شما خدمت کنند خبرهای خوب به فیض خدا بیاد که موانع برداشته شده و من و خانواده هم مثل یوشه بتونیم با شما خداوند را به زودی خدمت و پرستش کنیم یقین دارم که همه چیز به فیض خدا هر چه زودتر و سریعتر به پایان خودش نزدیک خواهد شد با این ایمان دعا میکنم برای شما و برکت میفرستم برای تک تک شما از رهبران تا اعضا و کسان دیگری که شما رو خدمت میکنند مبارک باشید تا فرصت بعدی خداحافظ